تراک سوم به نام نغمه از علی سورنا. این سومین پارت ویدیویی که امروز گذاشتیم، اگه دو تا قبلی رو ندیدین لینکش رو می‌ذاریم برید ببینید. حتما حتما لایک ساب کامنت یادتون نره، جدیدا هم کامنت کنن و حتما 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 اگر می‌خواید اینو ببینید برید دو تا قبلی رو ببینید. چرا؟ چون این ما داریم پشت سر هم اینا رو می‌گیریم و پشت سر هم هم می‌ذاریم اینا رو، خب آپلود می‌کنیم و چقدر نتیجه گیری‌هاشون خیلی، چون سه تا ترک توی یه مجموعه است، نتیجه گیری‌هایی که می‌تونیم با هم دیگه انجام بدیم با شما و چیزی که می‌تونی متوجه بشی خیلی بهتر از اینه که تو مستقیم بری سر ترک نقد. ما تا ترک قبلی به چی رسیدیم؟ آلسرونا یه سوال پرسید که کی دل منو تو رو اینطوری بنا کرد، من یا تو؟ تموم شد. حالا احساس می‌کنم این نغمه است. چیه؟ حالا احساس می‌کنم این نغمه است که دل منو تو اینجوری بنا کرد. بچه‌ها کاورم عکس یه بچه بیشتر نیست که فکر می‌کنم این بچه خود علی سورنا باشه. شاید شبیه آره خیلی شبیه آفرین ساده. حالا من تو پیج خود علی سورنا یه عکس گذاشته، سکنجه دیوار نشسته. آره سکنجه دیوار، دو تا بچه‌ن. با خودش باشه دیگه، من فکر کنم این خودش باشه. حالا کی دل ما رو اینجوری بنا کرد؟ نغمه. نغمه کیه؟ تو کاور عکس خود سورناز. یعنی داره میگه خودم باعث اینم. گوش میدیم. پشما. چیکار؟ همین الان شروع کرد باید. در این سرما گرسنه زخم خورده اون زمستونه. من نفهمیدم اینجا رو. در این سرما گرسنه زخم خورده اون زمستونه. اوکی اوکی آره آره اونی که اشاره میکرد. خب دی. خب آره در این موسم سر بر بر چون بار اینا رو نفهم چی میکرد خورده. در این موسم سر بر بر چون بار ولیکن عزت آزادی را نگهبانی آزادی. در این سرما گرسنه زخم خورده چی؟ که همون داستان زمستون که خودت گفتی. آره من نمیبینم، بخون خودت. دویم آسیم بر، دویم آسیم سر بر برف چون باد. آه یعنی میدویم. دویم آسیم سر بر برف چون باد. این چیه؟ باده تو کدوم ترک داشتی؟ ترک دو. ترک دو آفرین. برف هم که ترک اول دوم. ولیکن عزت آزادی را ولیکن لیکن. آره همون لیکن خوندم. نگهبانیم آزادیم آزاد. شعر مال سگ‌ها و گرگ‌های مهدی اخوان ثالثه. کشمان دوست داشتم. انگار تو همین ببین اصلا خود علی سورنا این اثر خلق کرده. آره انگار اصلا علی سورنا اخوان ثالث گذاشته، انگار نتیجه گیری اونا کار اخوان ثالثه. علی این کارو توی این سه تا ترک، من این کارو خیلی دوست دارم. انرژی میده بابا. یه جوریه آخه ملودی اول یه جوری انگار جنگه. آره با اینکه انرژی بهت میده وحشیت وحشیت میکنه، نمیتونی گوش بدی جر بدی همه چی. آره بستگی داره اون همه چی منظورت چی باشه. همه چی دیگه همه چی همه چی خورده. در این موسم سر بر بر چون با ولیکن عزت آزادی را نگهبانی آزادی. دلم بارون بارون زخون کارون کارون توی باطلاق کانون قانون سنگین میمیرم آروم آروم. باطلاق خون کارون میمیرم چون باطلاقه داره میمیره. توشم من تو جریانم من هرچی هست. اوکی من این طور نشم بوغه؟ پشمام بگه بلو تو گفتم دیگه ها دیدم من میذارم اینو من اینو طالا نشیدم حاجی برگام و این طالا این موزیکو نشیده وای میگم اون هزار بار طالا تو ماشین گذاشتم. نه به خدا من نشیدم. مطمئن؟ آره وقتی تو بودی نزداشتم. آره نشیدم. داره چی میگه؟ کارون کارون یه باطلاقی هم نشه توی باطلاق کانون قانون سنگین میمیرم آروم آروم. باطلاق چه؟ این هم به داستان خود کارون که توی حفاظه داره میگه که کارون داره میمیره آروم آروم.
آره هم داستان سنگینه، هم داستان سه تا ترک قبل. آره چت دو تا ترک قبل ما انتظار داشتیم الان وارد جنگ شه، از وسط جنگ شروع شد کار. دلم دور خیلی حس میده. قانون توی باطلاق قانون قانون سنگین میمیرم آروم آروم، انتخاب هزینه و راه یعنی مرگ من تو زمین شما یعنی بخورت. حاجی اگه اون چیزی که تو گفتی اگه این ایران باشه داره میگه یعنی مرگ من تو زمین شما، یعنی داره میگه من تو ایران دارم زندگی میکنم ولی اصلا حس نمیکنم این زمین منه. دقیقا شیت ده تا ازتون سیر به هزینه و راه یعنی مرگ من تو زمین شما یعنی بخوره. ده تا ازتون سیر نمیشه شیری که نمیدونه قبیله کجاست. شیری که نمیدونه قبیله کجاست چی داستانش؟ برای همه قلدری میکنه. ده تا ازتون بخوره هم سیر نمیشه. سیر نمیشه این اشاره به تکیه خودش هم داره. دقیقا دیگه قبیله کجاست پشت سرمه رست خونی که تو رستنمه دست منو تو وحدت با شماست خودم اینجام چون هم موج زدمش بیا بالا قله خودم اینجام چی؟ چون هم موج زدمش بیا. از موج یاد کاور آلبوم قبلیش میفتم. موج؟ از موج زدمش یعنی من از اونجا برش داشتم. بریم که رنگ رو دست با شماست خودم اینجام چونم اوج زدمش بیا بالا قله که رنگ دروغه کوپای های قشنگ دروغه اگه من داری بیا بخو تو تنم که همه دنیا غیر جنگ دروغه. میگه بیا آقا تو زاویه دیده من تا ببینی این بالا چقدر همه چیز زشته. دقیقا اگه داستان این چیه؟ مثل اینه که هرچی بیشتر بفهمی بیشتر اذیتی. دقیقا اونی که چی نمیفهمه راحت من داری بیا بخو تو تنم که همه دنیا غیر جنگ دروغه به خیالتون زدین که سوتون خالی یه گله یه ول بی چوپون تاریخ واسه شما همون یه گله یه ول بی چوپون تاریخ یعنی صاحب نداره از اون قبل صاحب نداره. تو زدین که ستون خالی یه گله یه فل بی چوبونه تاریخ واسه شما همون خوب خوبه با تیر کمون اومدین وسط توب خونه لاشیا میان ما جوون اومدین چی؟ واسه شما همون خوب خوبه با تیر کمون اومدین وسط توب خونه لاشیا یعنی با تیر کمون اومدین وسط توب خونه لاشیا همین یعنی شما میخواین از اون دور بزنید یعنی جرعتشو نداریم تن به تن وسط توب خونه و تیر کمی یعنی نمیتونی مقابل جریان اون شیره است میزنم ده تاتون پاره میکنم نه با تیر کم اون آخر اومدی به جنگی. البته اونی که تو میگی درسته با تیر کم اون اومدی آره با تیر کم اون اومدی آره جرأت مقابله رو ندارید جرأت رو در رو شدن نداره اینا میشه. آره میان ما یکی یعنی من توپ خوبه با تیر کمون اومدین وسط توپ خونه لاشیا میان ما یکی یعنی من داد می... میان ما یکی یعنی من میان ما یکی یا میان ما یکی نه میان ما یکی یعنی من یعنی ما منم دقیقا یعنی من چند نفرم. آره من خودم تکیه هم تیر کمون اومدین وسط توپ خونه لاشیا میان ما یکی یعنی من داد میزنم خسارت نمیدم خوبه خماری پس نمیدم نمیکشم ولی نشه میشم که خسارت درد همون صدای جرمه که کجای هنری استادی وزای عمرت. دیدی چه خوشگل عوض کرد؟ روبیت چه خوشگل فلو عوض شد؟ پش نیسته خیلی جالب ماتون ریخته یا نه؟ پش ماتون ریخته یا نه؟ بعد خیلی برام جالبه و اولین بار این ترک رو گوش میده بعد ریاکشنش اینه داشت تو فکرم خب چیکار کنم؟ واسم هد بزنم بگم یا دارم فکر میکنم اینو چی میگه؟ چی میگه؟ به خدا اگه مثلا تو ماشین گذاشته بودمش مثلا وحیدم پشت فرمونم بود مرده بودیم. بریم آقا چی میخواستی بگه؟ یادم من بریم ببین قضیه رو سورنا داره یه جوری تعریف کنه ما انتظار جنگ داشتیم بین دو نفر سورنا کلن داره میگه از سمت من پاره ای کاری نداره این چی کار میکنه فقط داره خودشو میگه میگه تو تن سرویسه تا حالا یکم به اون اشاره نکرد اصلا مهم نیست تو کی آره دقیقا عرضه با تنداره فیقم خماری پس نمیدم نمیکشم ولی نشه میشم که خسارت درد همون صدای جرمه که کجای هنری استادی وزای عمرت عرضه با تنداره فیقم دوستی با شما مثل لباس فرمه عرضه با زنده ها رفیق همه دوستی با شما مثل لباس فرمه لباس فرمه تو کی میپوشی میری
وقتی که باید وارد یه داستانی بشی که بخوای هم رنگ مجبوری بپوشی، مجبوری هم رنگ اون جماعت بشی، دوستی با شما مثل لباس فرمی، یعنی من به زور دارم میام. ببین الان شکل کلمه ها یکیه، ولی یه قرابت معنایی ما داریم با چی؟ جنده و زنده ها رفیق هم تنهایی مبارک برنده و تنهان. اون داره میگه ببین اون برا خوبه است، تنهایی مبارک برنده و تنهان، دوستی با شما مثل لباس فرمه، ولی با همون کلمه. دقیقا صدایی که کش بره گم کرده رای گل غم است، دوستی با شما مثل لباس فرمه، صدایی که کش بره گم کرده رای گل، صدایی که کش بره گم کرده راه گلو گلو برگام. یه حالتی انگار یه چیزی توی ارسش بود، میگه شکوفه میدیم دقیقا. چه بخوایا نمیشه نوکر داست باشه، خونه خرگوش تو دندون شیر، اگه نه شد نفهمیدم چی شد. گلو چه بخوایا نمیشه نوکر داست باشه، خونه خرگوش تو دندون شیر، اگه نمیره تو کلاه شو بعد باز. او شد میگه صدایی که کج بره گم کرده راه گلو، که بخواد یا نخواد میشه نوکر داس. اصلا اینجور نفهمیدی نوکر داس یعنی چه؟ بخوای چه نخوای داسه میاد میبردت میبردت. خب پس تو اون گله میشی که داسه میاد میبردت. دقیقا در صورت اون گله ای پشمه باشه، خونه خرگوش تو دندون شیره. خب یعنی نمیتونی زندگی کنه، آرامشی نداره. خب که اگه نه میره تو کلاه شعبده، که اگه نه باید تو کلاه شعبده، که اگه نمیره نمیره نه که اگه نه که اگه نه میره تو کلاه شعبده، میره تو کلاه شعبده باز، که این اتفاق براش نیفته باز میره اون بر. آره این هم هست، یه جوری هم داره میگه، انگار داره میگه نمیره. آره 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 نمیره دقیقا، اگه نه میره باز میره تو کلاه شعبده دقیقا، هم نه میره هم نه میره دقیقا. بریم سراغ کارو گرداز باشه، خونه خرگوش تو دندون شیر، اگه نمیره تو کلاه شعبده باز. تو آواز سگ ها زخم زنگار، تو باطلاق مرگ زنگار، سوزه آزاد چند، سوزه آزاد چند، آواز آزاد چند، آزاد چند، آزاد چند. من دیدی چی شد؟ دیدی از کجا اومد بگه و رفت یه جا دیگه هستن؟ به نظر لازمه بگم چی شد یا همه فهمیدن چی شد؟ بگو بگو بگو، چون اولین بار داری این کارو گوش میدی باید گوش بده دیگه. نوا ببین تو آوار سنگ ها، تو آواز سگ ها، تو آواز سگ ها زخم زنگار، زنگار یعنی زخمی که خیلی کهنه است. دقیقاً. اوکی بعد یه جا داشت میگفت چی، تو باطلاق زخم زنگار، باطلاق چی بوده؟ باطلاق همون کارونی بوده که توش افتاده بود. دقیقا. بعد میرسه به تشت میگه آواز آزاده چند، آزاده کجا بود؟ تو شعر اخوان سالس آخر نتیجه گیریش بود دیگه. دقیقا. اوکی؟ حالا داده میگه زوزه آزاده چند، زوزه آزاده چند، یعنی اون زوزه اون یعنی سگه، زوزه آزاده اون زوزه اون سگه چند شدیم به اون. خب حالا داره میگه آواز آزاده چند، اوکی چقدر هزینه باید پرداخت کنیم تا به اون برسیم. حالا داره میگه آزاده چند آجی پشمام بریم اگه مثلا میمونه که مثلا میای وایسا، مثلا میمونه که مثلا میای میخوای یه گوشی 10 میلیونی بخری، 2 میلیون پول داری، میگه این چند؟ یارو میگه 10 میلیون. میگه خب این چند؟ یارو میگه 8 میلیون. یکم فکر کنم میگه این چند؟ یارو میگه 2 میلیون. اوکی همین میگه دقیقاً. آزاده چند بابا؟ دقیقاً. زنگار سوزه آزاد، تو باطلاق تو آواز سگ ها زخم زنگار، تو باطلاق مرگ زنگار، سوزه آزاد چند، سوزه آزاد چند، آواز آزاد چند، آزاد چند، آزاد چند. من از زخم نمیترسم و جنگ نمیترسم، کل زندگیم یه درد بی مقصده، پنجه میکشم رو چنگ این جنگل، اگه غیر این بود همه نور رو پرده میکردم. الان من با این ورس سورنا هر وقت گوشش دادم تبدیل شدم. کار سوم سورنا در حدی حجم داره که اگه بخوای استوب بزنی شروع کنی حرف زدن، بعد یه رو فقط روش دو بیت حرف بزنی، چون سه تا ترک توش قاطیه. دقیقاً. چی میگن؟ من از زخم نمیترسم. زخم آوری کرد. از جنگ نمیترسم. اون جنگی که خودش با خودش هم داشت. دقیقاً. خودش با ایران کل زندگی یه درد بی مقصده. اول ترکش میگم من زخمامو میکنم دوباره زخم جدید میزنم. دقیقاً. پنجه میکشم رو چنگ این جنگل. آقا جنگله چی بود؟ توش خرگوشه بود، توش شیره بود. داره میگه من پنجه
حساب کن کل اونا رو کرده یه پاکت داره میگه من چنگالمو میکشم روی اونا، یعنی اونا هیچیه. اگه غیر این بود طعم نور رو برده میکردم. پرده نقطه هاش خیلی کوچیکه بچه‌ها. پرده بود من اصلا. میگه طعم نور رو پرده میکردم، یعنی میگه اگه من درگیر این چیزا نبودم میذاشتم آزاد. میگه اگه جزء اینا نبود من میذاشتم شما اون آزاده رو ببینی، آزادگی رو ببینی. اوکی درگیر یه چیز دیگه بودم. مصره رفت این یه ورسو واقعا. الان گفتیمش دیگه. آره دیگه صبح بزن مقصده پنجه میکشم رو چنگ این جنگل. اگه غیر این بود همه نور رو پرده میکردم. شمشیر توی کانون طبیعت برم تو شکمش بر نمیگردم. پروانه ها رو صورتم میرخصیدن کارشون تموم بود اگه عدسه میکردم. چت میگه تو اوج این خشونتم خیلی با ملایمتم باید رفتار میکردم اگر کارم تموم بود. دقیقا چت کلکم تو آب آلوده کندید وقتی کنار پارون شستین، یعنی مرگ تو تابوت جلی. نه اینا تو قانون من نی شت باید فقط بگه شت از پشمان گذاشت. آقا میشه این مصرا بگی من بگم کلکم تو آب آلوده گندید. آب آلوده کدوم آبیه؟ آبیه که راکده کدوم هم باطلاقه هست. Okay. وقتی کنار پارو نشستی خب یعنی مرگ تو تابوت جعلی، یعنی تو کنار پارو نشستی ولی پارو نمیزنی. آره دیگه گیر افتادی تو اون باطلاقه. باطلاق گیر افتادی دقیقاً. تابوت جعلی پارو هم داری، پارو داری پارو نمیزنی. باطلاقه اصلا باطلاقه. پارو گیر میکنه نمیتونی بزنی که. نه تو باطلاق میشه. میشه تا لگه کرد. اینا به کنار بلکاستم مرگ تو تابوت جعلی. من رفتم یه لحظه سراغ مهران ترکی دقیقاً همین عشقا. نه اینا تو قانون من نی آخرش هم اینا تو قانون من نی. حالا چی تو قانونشه؟ الان میخوام در میره تیر بره پر میزنن آشیر معمولا بعد خطر میارن خون واسه ترمیم پرواز مکه. اگه چرب باشه کبدم و در میارم. قشنگ دو بیت یه سه بیت دارم اصلا بزنم شد که اگه چرب باشه کبدم و در میارم. شوکی ندارم من. کسی بخواد مانع راهم بشه حتی اگر خودم باشم کلک خودم رو میکنم. دقیقا. خشاب باشه تیری به پرون به دلیل کبودی یا تن با گیریم کبود. به تماشاگرهای بازی شک دارم اگه ببره شور تند شیرین شرور. شعر رو داشتی واجارایی شعر رو که همه تون داشتین دیگه. بله هم شور و هم شیرین. اینجا دقیقا تناقض هم داریم. بریم الان شک دارم اگه ببره شور تند از شیرینی شور شرور هم شیرینه هم شور هم تنده. این مزه است هم با هم دیگه تناقض دارن یعنی ضد همن. اون شور این شیرینه. شور من به معنی اشتیاق هم هست یعنی روی دل تو دلش نیست. که چی؟ جهان میزنه توی افراد تا جایی که نگاه میمیره احساس داداری باشه ای پور درد. مبارزه کن تو مارش نبرد تا انسان آزادی که نه تا بچه ها سب زدی؟ نه بقیه شو که تا انسان آزادی که نه خب بقیه شو خب قبلش رو بگو بقیه. قبلش رو نفهمیدم درست چرا خب بخون یه داستانی داشت هیچ شکل میگرفت که جهان میزنه توی افراد اون اتفاقایی که گفت آره شور و تندی و شیرینی و نمیدونم تماشای بازی شک داره و تمام اینا. جهان میزنه تو افراد تا جایی که نگاه میمیره. تماشاشیه شک داره به تماشاشیه داره میکنه اینا واقعی میشه. اینجا آره اینجا داره میگه نگاه میمیره انقدر میزنه تو افراد یعنی زایه میشه دیگه. دقیقا احساس تا داری با شیپور درد مبارزه کن تا میبینی و میتونی سنگ دل نشدی تا هم مثل اونه که رفتن تو لباس فهرم. دقیقا مبارزه کن بده بی کمکم. تو مارش نبرد تا انسان آزادی که نه تا انسان آزادی که نه. دقیقا یه ذره میدونم قبطر چون این که نه وصله به مصر به همینو میگم من نفهمیدم. خب حالا نگاه کن شیپور درد مبارزه کن تو مارش نبرد تا انسان آزادی که نه. نکرده اطلسی رقص نزده به دست کسی دست وقتی هدف قدرت فقط تو جنگه تو این مسیح اثر رب وسیله است. نکرده اطلسی رقص باید بکنی اطلسی رقص
لحظه اطلس اطلسی اینجا چه معنی میده اطلس اینجا چه معنی خیلی خوب میشه که الان ما معنی چنل خودمون بگیم خیلی جالبه کرد اطلسی رقص اطلس چیه اطلس کلا یه نقشه بزرگی از جهان توی یه جای خیلی کوچیکه چیه این که ما اسمشو گذاشتیم اطلس من ساده به خاطر همین بود چیز خیلی بزرگ توی یه جای خیلی کوچیک اینا داره میگه نکرده اطلسی رقص یعنی هیچ جا هیچ خبری نیست دقیقاً چی میگم به تو هیچ چی نکرده اطلسی رقص نزده به دست کسی دست نزده به دست کسی دست یعنی یادتونه تو کار قبلی یه چیزی بود من یه اینجوری کردم ساده داشتم میداد گواره همینه این داره میگه اون اتفاق نیفتاده اون اتفاق چی بود نفس کسی نفسشو نکشیده وقتی که بخواد اونا رو بنویسه هدف قدرت فقط تو جنگه تو این مسیر اثر رپ وسیله است وقتی اون بالا اینه رپ تاثیر این کلامی که من دارم میذارم فقط یه وسیله است که شما بفهمین بیاین داستان چیه بیاین همراه من باشین آره. من تنها اینجا داره میگه میان ما یعنی من یادتونه دقیقاً آره هشو اینجا اینجوری دعوته دعوت میکنه به همکاری ولی دعوته یه جوری لاتیه دقیقاً میگه من یه نفرم اینجا وایسادم با این عقیده اومدی اگه میخوای بیا با این عقیده ها اومدی اومدی با منی نیومدی روبروی منی تا کی میرم من نیومدی روبروی منی فهمیدی شد یعنی پاره میره تو اونایی که لباس فرمال دقیقاً مسیر از در رفت وسیله است تو رشد وابستگی چرک زمان میان ما یکی با نرخ کلان یا بد باش یا بد واسه بکه اگه رفتی کم بشه جرم جهان یا خدا میگه اگرم نیومدی اون حرف توه اگرم نیومدی میخوای بد باشی اوکی یه بد با احساس باش که یه بدتر رو از بین بتونی ببری یکم از این خفقان دنیا کم کنی بشو از این من اوف تو آواز سک ها زخم زنگار تو باطلاق مرگ زنگار سوزه آزاد چند لایک ساب کامنت یادت نره خدافزی میکنیم یه تمام شد این خدافزی میکنیم با تون دمتون گرم تا اینجا با ما با این ویدیو بودین این سه ترک از اول باید ببینید حتما کسی که این ترک رو الان داره میبینه میزنم عقب کروس رو گوش میدیم و خداحافظ رفت کم بشه جرم جهان تو آواز سک ها زخم زنگار تو باطلاق مرگ زنگار سوزه آزاد چند سوزه آزاد چند آواز آزاد چند آزاد چند آزاد چند اینجا همون شیپور هست معذرت بخوام دوستم آها دارم کور با پرش نیزه